This is IRTV, the Iranian television program. با درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. تابستانی گرم، طولانی و پرحادثه‌ای رو می‌گذرانیم. طوفان‌های عظیم حوادث در افق روزهای جهان به چشم می‌خورند. در آمریکا طوفان آیرین میلیون‌ها تن از ساکنین شهرهای ساحلی شرقی آمریکا را سخت وحشت زده کرده است و بهار عرب در تابستان به خون و آتش نشسته است. هفته دیگر همچنین مصادف است با سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان خوفناک 1367 ایران و انگار که حوادث ناگوار در این تابستان کم بودند که هفته پیش متاسفانه خبر درگذشت اندیشمند دیگری را در لس‌آنجلس شنیدیم. خبر درگذشت نابهنگام پروفسور حسین ضیایی، استاد دانشگاه UCLA و مدیر کرسی مطالعات ایرانی و اسلامی این دانشگاه که این خبر همه را دچار حیرت و تأسف فراوان نمود. دکتر ضیایی استادی برجسته و پژوهشگری توانا بود که با عشقی بی نهایت به دانش و دانشجو مدت بیش از 4 دهه را به امر تدریس، تحقیق و آموزش در دانشگاه‌های معتبر آمریکا چون هاروارد، براون و صنعتی شریف تهران نمود و درجه دکترای خودش رو نیز از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. همونطور که می‌دونید دکتر ضیایی مؤلف و نویسنده مقالات متعدد و کتب ارزشمندی در زمینه فرهنگ ایران و فلسفه اسلامی است که نام او رو در این رشته از تحقیقات ماندگار می‌کند. اما فراتر از همه مدارج مهم علمی و دستاوردهای پژوهشی و اکادمیک دکتر ضیایی، به اذعان همه دوستان و شاگردان و نزدیکانش، او انسانی والا و متعالی با روحیه‌ای حساس و رئوف و عشقی بی‌پایان به ایران بود و تا لحظه‌های آخر کار و زندگیش دلش برای ایران و جوانان ایران می‌تپید و دلنگران سرنوشت ایران و نسل آینده سرزمینش بود. یادش گرامی باد و راهش در میان دانشجویان و یارانش مداوم و برقرار. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد. ایران در اقدامی نامنتظر بر سر عدم تحویل موشک‌های پیشرفته علیه روسیه به دیوان بین‌المللی شکایت برد. جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه به معاون مدیر کل IAEA اجازه داد از تأسیسات محرمانه هسته ایران بازدید کند. در آخرین جمعه ماه رمضان راهپیمایی‌های گسترده‌ای در حمایت از فلسطینی‌ها در ایران برگزار گردید. محمود احمدی نژاد یک بار دیگر خواستار برچیده شدن حکومت اسرائیل از خاورمیانه شد. مردی که متهم به ترور فیزیکدان ایرانی بود در تهران مورد محاکمه قرار گرفت. ماموران امنیتی ده ها تن را به دلیل اعتراض به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه بازداشت کردند. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر دکتر علیرضا نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. شما فکر میکنید این تلاشی که ملت ایران این روزها میکنه برای نجات خودش و برای به دست آوردن آزادی میتونه به زودی به نتیجه برسه یا زمان لازم داره؟ حالا بسیار نکته مهمی است. از دید بنده ببینید، اگر همون انسانهای صاحب اندیشه دنبال روی مکتب عدالت علی رو بگیریم داخل حکومت و اینها اگر بخواهند و اگر بتوانند، بلکه یک تغییر اساسی در این نظام جابرانه ایجاد بشه که لازمه که بشه. در عدم این